تقلب بزرگ. ابو طالب: شکایتم را به دادگاه رسانه میبرم. نه فقط فیلم و شبکه نمایش خانگی بایستی پاسخگو باشه از خیانت تدوینگر پدرخوانده تا ساخت سری جدید شبهای مافیا با گردانندگی محمد بهرانی. آیا دعوای فیلم و ابو طالب ختم به خیر می شود یا نه؟ یاران و یاوران همیشه مومن کانال 13، آقا پاشید همسایه‌ها رو خبر کنید یه کپه سبزی بذار وسط. میخوام براتون اوج خال زنک بازی رو با چاشنی فیلمو و پشت پرده های ناپاک این مدل ریالیتی شوها رو فاش کنم، از اینکه چرا بیرنگ علوی و درخشانی تا شک بزرگ امیرعلی نوویان و اعلام ورشکستگی ابو طالب به ضد واشقانی. شما بیدرنگ اون زنگوله رو بمال، ما رو هم سابسکرایب کن که قرار بهتر کنیم براتون. دیگه همه در جریانید که اولین شب‌های مافیایی که تو برنامه‌ای به این شکل سینمایی بازیگرا حضور دارن، سناریویی که اسامی کاراکترها هم همه سینمایی بود رو سعید ابو طالب ساخت. ابو جالب یا به عبارتی ابو طالب رو هم اگر نمی‌شناسید باید خدمتتون عرض کنم که ایشون قبلا نماینده مجلس بود و یه جورایی پولش از پارو بالا میره. ولی خب میگن خسیس. حالا در ادامه با سند و مدرک بنده به شما ثابت می‌کنم ابو طالب قبل این برنامه شام ایرانی و رالی ایرانی رو هم ساخته بود که هیچ کدوم به اندازه شب‌های مافیا طرفدار نداشت. حالا چرا اول حرفم گفتم اولین برنامه ستاره دار با حضور بازیگران؟ چون قبل ابو طالب توی یکی از شبکه‌های تلویزیونی خودمون که اسم شبکه‌اش ربطی به بازی مافیا نداشت به کارگردانندگی بهنام تشکر و بعد هم علیرام نورایی مسابقه را انداختن. شرکت کننده مردم عادی بودن، نه چهره‌اش سرشناس. ولی خب صادقانه چیزی که ابو طالب ساخت یه چیز دیگه است. تو همون سری اول برنامه خب اکثر بازیگران نابلد بازی میکردن و تنها آگاه بازی کسی بود که هیچکی فکرش هم نمیکرد، یعنی حامد آهنگی که گویا بعد اون برنامه جنگ شبای کیش تا خود صبح تو اسکله تفریح دو سیب نعنا میکشید و مافیا بازی میکرد. بعد از پخش یکی دو قسمت از بازی دعوای لفظی ریزی بین بازیگران شکل گرفت که بعدا حاشیه ساز شد. اولیش بین میرطاهر مظلومی و هومن حاجی عبداللهی بود که با تارگت غلط مورد عنایت آقای حاجی عبداللهی قرار گرفت و انقدر که پیش بینیات مزخرف افتضاح. بنده دیگه حرفی ندارم. روی صحبتتون با کی بود آقای حاجی عبدالله؟ با آقای میرطاهر مظلومی. بعد هم سر سوتی لو دادن نقش رضا شفیعی جم که یادش رفته بود چشاشو وا کنه تو مصاحبه اعلام کردن که دیگه شبای مافیا نمیریم، حتی اگه ابو طالب ساعتی خدا میلیون تومنم باهامو ببنده بازم نمیریم، چون میتونست حرفای ما رو سانسور کنه و همین قول رو هم داده بود. خب روان پزشک جاست چجا میتونم باز کنم؟ به هر حال ما رفیقیم و گاهی تیکه‌های داستانداری هم با هم دیگه میندازیم. نکته بعدی و چالش برانگیزترین جای قصه نادیده گرفتن حامد آهنگی بود، چه در بد به ورودش به لوکیشن که بازیگران رو به چشم آدم بیخود و دلقک و جلف میدیدن، چه طرز لباس پوشیدنش که با همه متفاوت بود و تنها کسی که خاکستری پوشیده بود همین عزیز دلانگیز بود. این ناراحتی زمانی اوج گرفت که آهنگی به طور رسمی از برنامه کنارگیری کرد و تو مصاحبه‌ای با تی وی پلاس دلیل جدایش رو برعکس اون چیزی که تو برنامه اعلام کرده بود گفت که رفته سر کار و درگیره. ولی خب پایین بودن مبلغ قراردادش نسبت به بازیگرا بود، یعنی اگه یه بازیگر نابلد واسه سه قسمت 90 میلیون تومان گرفته بود، حامد آهنگی با این همه هیجان و حرفه‌ای بودنش تو بازی نه تنها جذب مخاطب می‌کرد بلکه فکت‌های درستی رو هم واسه آموزش به دیگران وارد بازی می‌کرد، اما در عین حال قراردادش 30 میلیون تومان بود برای سه قسمت. آهنگی مسابقه رو برنامه شباهنگی در حضور شقایق دهقان هم اعلام کرد تا جای ذره شک باقی نمونه. اما بریم سر وقت اصل قصه، یعنی لایو جناب ابو طالب و اعلام خنجر خوردنش از پشت و خودی و ساخت پدرخوانده. فقط شما قبلشون سابسکرایب رو بزن، این پستمون هم برای بقیه دوستات بفرست تا ببینیم که چی به چی و فیلمو داره چیکار میکنه و چه رکبی به ابو طالب زده. راستی اون دکمه تنگس هم یکی تو مرمت کنه بزنه دیگه، آقا نویسنده اون کور شد. ادمین دارم که حقوق ماه پیشون هم هنوز نداده، رفته بوده سفر و همین برکت ما سه ماه داریم قرارداد لسنه کار میکنیم و پرداختی هیچ، صفر. سعید ابو طالب بعد از پایان دادن به شبهای مافیا تصمیم گرفت پدرخوانده رو با قوانین سفت و سختری بسازه، تا اینکه یه روز توی لایو اینستاگرامی وسط لوکیشن پدرخوانده اعلام کرد که به زودی با پلتفرم جدید در خدمت ماست، که این وسط یه عده دستیاران و نونخورای خودم هم رفتن ادای ما رو در بیارن و مافیا بسازن. اصلا جای نگرانی نداره، به هر حال تاوان اعتماد خودم به بعضی تازه کارها بوده این اتفاق. نکته آخر اینه که ممکنه گروهای فیلمبرداری دیگه بازی مافیا بسازن، اشکالی نداره، قابل احترامن. حتی ممکنه یه گروهی به اسم شبهای مافیا بسازن، اونام قابل احترامن.
من نمیتونم مانع کار اونو بشم، دوست ندارم مانع کار اونو بشم. اون اصلا یه موضع دیگه یه که ما خودمون حل میکنیم، چون اونا همه دوستان ما بودن که در واقع میخوام کار رو بکنن. حالا همکارای ما بودن، نمیدونم تدوینگر ما بوده، نمیدونم دستیار فیلمبردار بوده، به هر حال اونم حق دارن که این کار رو ادامه بدن، برای ما قابل احترامه. اما منظور ابوطالب کسی نیست جز سینا دورندشان، تدوینگر سابق برنامه شبهای مافیا که با نفیسه روشن هم خصومت شخصی داشت و یه زمانی تو هر قسمت که نفیسه جان بلند میشد تارگت بزنه قیافش نشون نمیداد و همین هم باعث شد که خانم روشن بهشون بگه عقده‌ای و استوریشون هم بکنه و فاضلابو بگیره روش. آقای دورندشان که خیلی دورها رو میاندیشه الان به عنوان کارگردان سری جدید شبهای مافیا تو پلتفرم فیلیمو با گردانندگی محمد بهرانی و بازی عزیزان پرهاشیه فضای مجازی یعنی بهرنگ علوی، سام درخشانی، جواد رضوی و تعداد دیگه دوستان پرهاشیه و حتی ممرزا علی مردانی شروع به ساخت کرده. حالا شاید با خودتون بگید آقا مگه کشک امتیاز برنامه برای ابوطالبه، ولی باید خدمتتون عرض کنم که کشکتر از این چیزی که در مخیله ما میگنجه، چون فیلمو ایده و امتیاز ایده رو از روز اول از همه میخره. نمونهش همین نیسون آبی، وقتی منوچهر عادی گفت روزی 1 میلیارد دستمزد میخوام واسه ساخت سری دوم، بهش گفتن بیگ لایک و در خروج رو بهش نشون دادن و یه نفر دیگر رو گفتن بیاد که سریالشو بسازه. پس شبهای مافیا و برنامه به این اسم هم خریداری شده و بعد از اینکه ابوطالب گفته بود حق پخش بالاتری میخوام، خب دوستان دکمه خداحافظیش رو زدن و ابوطالب رفت با فیلم نت به توافق رسید. اما بریم سر وقت حاشیه‌ای که ابوطالب با برنامه‌اش داشت و متاسفانه شکست خورد. بعد از پدرخوانده آقای ابوطالب مدل این فسفود کیلویا طمع کرد و گفت بذار چند تا شبه دیگه هم بزنیم با همین سناریو، فقط اوق ذره تغییرات میدیم و اسمش رو میذاریم ارتش سری. گرداننده رو هم کی بهتر از امیرعلی نوویان که نرا فرانسه به خاطر انزلی موند ایران و به خاطر مردم انزلی داره اونجا زندگی میکنه. خرجش یک سیبیل مصنوعی و یه جلیزقه چارخونه. ارتش سری از شروع قسمت اول هم نشون داد که بازنده است، نه به دلیل بازی بد یا اجرای اشتباه، بلکه به خاطر سناریوی به شدت پیچیده. بیننده عادت کرده به تارگت و تارگت بک و شب و روز شدن، اما خوب گرفتن با ارتش سری ساده نبود. ولی خب تو تعداد قسمت‌های زیادی هم ساخته شد و تا اینجای کار حسین رفیع، امیر مهدی ژولو، الیکا عبدالرزاقی جزء تاپ پلیرهای این بازی. اما بریم سراغ شکست دوم، یعنی ساخت برنامه‌ای به اسم زد با گردانندگی مجید واشقانی که داستان تو زیرزمینی وسط شهر پاریس اجرا میشه، همون شهری که امیرعلی نوویان به خاطر شهر انزلی اقامت اونجا رو نگرفت. من هیچ نمیگم که اسپویل شه، اما میتونید خودتون برید ببینید سوژه چقدر نامفهومه. الانم که آقای ابوطالب واسه ساخت سری جدید پدرخوانده مجدد نریشن چیده با بازی فرزاد فرخ و چند تا از خواننده‌های جدید و مجید واشقانی با سر و وضع جدید و لباسای دوزان دریایی. حالا شما بگید به نظرتون شب‌های مافیا برنده این میدونه یا پدرخوانده ابوطالب؟ مرسی که تا انتهای ویدیو ما رو تماشا کردید و قرار تو کامنت هم که برامون سنگ تمام بذارید. ما چیز نمیگیم، تماشای بقیه ویدیوهای کانال 13 رو هم به همه شما پیشنهاد میکنیم، علل خصوص اونایی که در رابطه با شب‌های مافیا و ابوطالب و اینا بود. ببینید و تا برنامه بعدی مراقب گلدون‌های اطلسی خودتون هم باشید و خداحافظ شما.